این ویدیو تمام کمال در مورد آیکون سواپ 2ه و میخوایم توش یه بررسی ریز بکنیم، ببینیم با توجه به وضعیت تیمتون و اینکه حالا چه هدفی رو توی بازی دنبال میکنید بهترین آپشن براتون کدوم گزینه هاست. خیلی ساده، تا آخر ویدیو حتما با من همراه باشید. برو بریم. دوستان درود بر روی ماهتون، خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بنده کماکان حسیس هستم و قراره با هم دیگه بریم سراغ این که ببینیم آیکون سواپ 2 رو کدوما رو بردارید اوکی تره و بهتره به نسبت تیمتون و البته هدفی که توی بازی دارید، همونطور که توی اینترو گفتم. قبلش چون هنوز میبینم خیلی سوال میپرسن که آقا چجوری ما باید این توکن‌ها رو جمع بکنیم، نیاز دونستم اول ویدیو یه توضیح ریز بدم در مورد اینکه چجوری توکن‌ها رو جمع بکنید. اونایی که میدونن چجوری باید توکن‌ها رو جمع بکنن یه ذره اول ویدیو رو بزنید جلو تا برسید به اون قسمتی که حالا بعد بازیکن انتخاب کنید. اما اونایی که نمیدونن چجوری باید توکن جمع بکنن با دقت گوش کنن، توضیح میدم که چجوری باید جمع بکنید توکن ها رو. ابتدا به سایکن شما وارد قسمت ابجکتیو و بعد بخش مایلستونز میشید. اینجا 3 تا کارت سواپ و بعد توی بخش لایو فات فرندلی قسمت وان لیگ بگیرید. بذارید قبلش بهتون نشون بدم چجوری وارد اون مود میشید. میاد قسمت پلی فرندلی و در واقع پلی آنلاین، اینجا وان لیگ میبینید. توی این مود بعد وارد بشید و در واقع اون 3 تا کارت سواپ آنلاینتون رو بگیرید. حالا ترکیبای مورد نیازش چیاست؟ الان بهتون میگم که ترکیب مورد نیازش چیاست. گفتم وارد قسمت مایلستونز میشید، بعد میاید توی این بخش سه تاشو نوشته، یکیش برای لیگ وان یعنی لیگ فرانسه است، یکی برای سری آ لیگ ایتالیا و لالیگا که لیگ اسپانیا باشه. ببینید سه تا ترکیب جداگانه میچینید برای خودتون. توی اینا باید هر کدوم از لیگا که میچینید 8 از بازیکناش باید فرست اون باشن. فرست اون یعنی چی؟ یعنی شما باید اون بازیکن یا پک کرده باشید یا حالا ابجکتیوشو انجام داده باشید یا اس پی سی شو بسته باشید و به هر صورت اون بازیکنو نباید از مارکت خریده باشید. در غیر این صورت دیگه فرست اون حساب نمیشه، یعنی بعد صاحب اولیه اون کارت خودتون باشید. 8 تا بازیکنو میچینید، 3 تای دیگه اش هم که حالا میتونید از بازیکنو که خریدید بذارید توی ترکیب اولیه‌تون. برای لیگ فرانسه بعد چیکار بکنید؟ 6 تا وین بعد بیارید، 10 تا گل توی 10 تا بازی جداگانه از در واقع همون بخش لایت فات فرندلی وان لیگ، 5 تا گل هم بعد اسیست بدید با سانتر. اینو چون من انجام دادم و میدونم مشکل داره، در حال حاضر که من دارم این ویدیو رو میگیرم من دیشب این ابجکتیو انجام دادم. توی این بخش حواستون باشه کورنر مستقیم و سانتر بکنید و گل بزنید حساب نمیکنه، نمیدونم چرا ولی به عنوان اسیست حساب نمیکنه. بعد تو جریان بازی سانتر بکنید و حالا یا هد بزنید یا شوت بزنید به هر نحوی اسیسته بعد با سانتر باشه. توی حالا قسمت سری آ 6 تا وین میخواید، 6 تا گل فینس میخواید که در واقع باید این 6 تام توی 6 تا بازی جداگانه باشه. انقدر 6 گفتم دیگه دارم بالا میارم. و 5 تام پاس تو عمق بعد بدید، یعنی اسیست پاس تو عمق، قبل از اینکه گل بزنید یه پاس تو عمق میدید و بعد گل میزنید اسیست میکنید با پاس تو عمق که مثلث باشه. فینس شات هم که میدونید دیگه شوت کات دار خودمونه که حالا تو دست کلاسیک با آریه که اگرم خودتون کاستوم کردید رو چیز دیگه ای که همون دشمن رو نگه دارید و شوت بزنید. برای لالیگاش هم باز دوباره 10 تا 6 تا وینه، 10 تا گل و 6 تا 5 تا پاس تو عمق. اینا رو انجام بدید 3 تا از سواپاتون باز میشه، خیلی ساده است. بعدی چیه؟ داستان بعدی که داریم 6 تا دیگه کارت آیکون سواپه که یکیشو که از 13 تا وین فات چمپیون میگیرید، 5 تا دیگه شو بعد تو اسکواد بتل بگیرید. با توجه به چیزی که توضیح داده مثلا بعد 11 تا بازیکن سیلور توی ترکیب استارتتون باشه، یعنی ترکیبی که وارد زمین میشید باش 11 تا بازیکن سیلور گذاشته باشید. هیچ اشکالی نداره که روی نیمکتتون اینجا بازیکن دیگر رو بذارید ولی استارتتون باید حتما بازیکن سیلور باشه. اما توجه بکنید توی مود قبلی که گفتم، یعنی توی لایو فات فرندلی که میخواید برید، حتما باید همه 11 تا بازیکنتون مثلا از لالیگا باشه و نیمکتتون هم باید حتما از لالیگا باشه، بقیه بازیکنان به همین صورت. حالا اینجا داستان چیه؟ اینجا گفته آقا 6 تا بازی اسکواد بتل روی حداقل درجه سختی ورلد کلاس ببرید که 11 تا بازیکن سیلور توی ترکیب استارتتون باشه، بعدی گفته 11 تا بازیکن از لیگ هلند، بعدی گفته 11 تا از لیگ پرتغال، بعدی گفته 11 تا بازیکن آلمانی و بعدی هم گفته که 11 تا بازیکن فرست اون داشته باشید که معنیشو گفتیم قبلا چیه. برای اینکه نخواهید شما بشینید اینا رو هر کدوم 6 تا 6 تا جداگانه انجام بدید، یعنی 1 2 3 4 5 تا 30 تا بازی بخواید انجام بدید، میتونید اینا رو توی 12 تا بازی کامل بکنید. چه جوری؟ میاید من چک کردم توی مارکت بازیکن آلمانی سیلور لیگ هلند هست توی مارکت که هر کدوم هم الان قیمتشون شده نزدیک 10k، ولی ارزش داره که بخرید دیگه نخواهید زمان بذارید، چون میخرید بازی رو انجام میدید بعد همون 10k دوباره میفروشیدش و یه تکس ریزی حالا این وسط دادید. پس شما میاید 11 تا بازیکن سیلور
آلمانی لیگ هلند رو میخرید و میذارید توی ترکیب اولیتون، وارد بازی میشید، 6 تا بازی اسکواد بتل انجام بدید، 3 تا از این سوپا انجام میشه. بعدیشو که احتمالاً توی کلاب همتون بعد وجود داشته باشه، 11 تا بازیکن فرست اون از لیگ پرتغال بعد تو کلاب همه در حال حاضر وجود داشته باشه، مگر اینکه اصلا بازی تازه شروع کرده باشید. اینجوری باز دوباره دو تای دیگه تکمیل میشه و در مجموع 12 تا بازی اسکواد بتل اینو کامل میکنید. بقیش هم که حالا ویکند دیگه. این پس از این قضیه. حالا بریم سراغ بخشی که در واقع ببینیم که این سوپا رو حالا داریم، میخوایم بازیکن انتخاب بکنیم، چی رو انتخاب بکنیم بهتره. اینجا یه سری پک داریم مثل همیشه که مبنشون شانسه و یه سری بازیکن داریم که در واقع کارت سوپا میدید و بهتون بازیکن میده بدون اینکه شانسی در کار باشه. بازیکن ها رو بخوایم یه بررسی بکنیم، از اول تیری هانری، ژاوی پرایم، استویچکوف پرایم، تیری هانری که میدل بود، استیون جرارد مومنت که هنوز استاتساش به صورت رسمی نیومده ولی سری کارت لیک شده که میگن اوناس استاتساش، حالا ما نمیدونیم چیه، آقای کافو بزرگوار که پرایم هم هست، پاناوارو مومنت و آخرش هم که گارینچه. ببینید بچه ها، ویدیو قبلی رو اگر دیده باشید برای کنسپ یک که بررسی کردیم، دو سه تا کارت داشت که ارزش اینو داشت که شما بخواید بذاریدش توی ترکیب اصلیتون، یعنی اون کارتو بگیرید و بذارید توی ترکیب اصلی. الان به غیر از گارینچا میتونم بگم هیچ کدوم دیگه از این کارت را به درد این نمیخورن که شما بخواید بذارید توی ترکیب اصلیتون، یعنی حتی اگر تیمتون کامل نیست هم این بازیکن‌ها ارزش ندارن که بخواید بذارید توی ترکیبتون. ویدیو قبلی باز میگم اگر یادتون باشه میگفتم آقا اگر تیمتون کامل نیست برید سراغ مثلا فلان بازیکن‌ها، ولی اگر تیمتون کامله برید شانستون امتحان بکنید. الان با این وضعیت بازیکنایی که داده، من پیشنهاد میکنم مستقیم اصلا برید سراغ پکا، چون هیچ کدوم این بازیکن‌ها واقعا به درد نمیخورن، از آقا هانری بزرگوار گرفته تا برسیم به کافو. شاید فقط گارینچاش به درد بخوره که اونم نمیدونم حوصله‌شو دارید که یک ماه براش صبر بکنید کارت سوپو جمع بکنید یا نه. من که حوصله‌شو ندارم و با اینکه کارت خیلی خوبی هم هست گارینچا پرایمش، پیشنهاد نمیکنم که شما خیلی صبر بکنید براش، مگر اینکه دیگه واقعا احتیاجش دارید. تنها بازیکنی که میتونم بگم میتونه کار تیمتون رو در واقع یه لول بهتر بکنه، شاید بهش احتیاج داشته باشید، همین بازیکن باشه، چون دفاع راست که الان بره تو مارکت، هم از لحاظ لینکی هم از لحاظ قدرت و اینا خیلی دفاع راست توی مارکت داریم که در حد اندازه کافو باشن. دفاع وسط فابیو کاناوارو رو که اصلا همین الان بکنیدش تو سطل آشغال، من گارانتی میکنم کارت کوردوبای هیرو خیلی بهتر از کارت آکا مومنت کاناواروه و اصلا اینو شک نکنید توش. استیون جرارد که تکلیفش مشخصه، ژاوی تریانی هم که تکلیفش مشخصه، استویچکوف شاید یکم حالا کارت بدی نباشه ولی ویک فوت 3 داره، اسکیل 4 داره، کلی کارت تو مارکت هست که الان واقعا از این کارت بهتره. لینکش هم که تعریفی نداره که بگید مثلا این بازیکنو بگیرم لینک سبز فلان بازیکنم بشه، لینک سبز هم آخه نمیشه گرفت ازش، یعنی خودش که حالا لینک میشه ولی ازش نمیشه لینک سبز گرفت برای بقیه بازیکنو. پس من این کارت هم واقعا پیشنهاد نمیکنم که بخواید بگیرید برای اینکه تیمتون رو تکمیل بکنید. حالا یه نفر هستیم وسط دست میاره بالا، میگه آقا حسین اجازه، من میگم بفهم بزرگوار، یا آقا حسین ما مثلا با استویچکوف خاطره داریم، خیلی مثلا با این بازیکن حال میکنم، گلاش مثلا میاد تو ذهنم، نمیدونم با ویک فوتش خیلی گل زده و اینا، اجازه است ما این بازیکن رو برداریم باش حال میکنیم؟ جواب من چیه؟ اینه که آقا به هدفتون نگاه بکنید اولا توی التیمیت تیم. یه وقت هستش که یه نفر هدفش اینه که میخواد فان بازی بکنه، ترای هارد اصطلاحا بازی نمیکنه، براش مهم نیست اصلا چه رنکی بزنه و اینا، بیشتر حال میکنه با سری از بازیکن ها بازی بکنه و گیم پلی رو تجربه بکنه، خیلی براش مهم نیست رنکینگ و اینا. اگر توی همچین فازی هستید و اصلا براتون مهم نیست و با اون بازیکنم حالا یه خاطره ای دارید یا حالا اصلا از استایلش خوشتون میاد یا از خود شخصیت اون بازیکن خوشتون میاد، دوست دارید داشته باشیدش، بلا استثنا بهتون پیشنهاد میکنم که برید سمتش و اصلا کاری به بقیه پکا نداشته باشید. الان یه مثال ریز براتون بزنم از وضعیت خودم. من یه تیم دارم RTG، یه تیم دارم تیم اصلی. تیم اصلیم خب رنکینگش مهمه، اسکریتش توی دیویژن رایولز مهمه و همه چیش مهمه، اما تیم RTG مثلا مهم نیست، یعنی تیم RTG برای این بستم که با بازیکنایی که حال میکنم بازی بکنم. برای همین حتی به غلط من تیری هانری میدل رو برای تیم RTG میارم، اما همچین بازیکنی تو تیم اصلی من جا نداره، این بازیکن اصلا با متای بازی سازگار نیست، بالانس 63 یعنی اشکتون رو در میاره و اون خاطره‌ای که گفتم دارید با بازیکن ممکنه کلن به گند کشیده بشه، یعنی دو دست سه دست من میدونم با این کارت بازی بکنم از به دنیا اومدنم پشیمون میشم، چه برسه به اینکه بخوام مثلا لذت ببرم از گیم پلی و اینا، ولی دوست دارم هانریو برمیدارم برای تیم آرتجی. پس تکلیف بازیکن‌ها اینجا بسته شد، اما پکا رو کدوم‌ها رو برد داریم حالا خوبه. ببینید
اصولا این ستا رو گذاشتن برای تهمونده های سوپتون. یعنی چی؟ یعنی شما میرید از بین مثلا پکایی که گذاشته نگاه میکنید ببینید که کدومش احتمال پک کردن بازیکن بهتری وجود داره، یه دونه از اون پک برمیدارید، بقیه رو میاد هرچی تهش موند آیکون سوپا کارتا رو میذارید توی این پکا که بتونید دیگه یعنی بلا استفاده نمونن به اونا به دستتون. اینا رو برمیدارید که هم یه فودری میاد تو تیمتون، هم زمین که میتونید شانستون رو توی ایونت های مختلف امتحان بکنید و بازیکن یه ایونت خاص تو پک بکنید که اینم میتونه بهتون خیلی کمک بکنه. مثال دارم میزنم، الان مثلا ممکنه یه نفر این پک مثبت 83 رو مثلا برداره همین الان و پکشو بزنه، چه میدونم مثلا یه مانعی بهش بده، کیمپمبه بهش بده الان توی ایونت آرتیتی فاسین. خب این میتونه خیلی بهتون کمک بکنه و از کل این داستانای کنسولپی که الان اینجا داریم بهتره مثلا میتونه براتون عمل بکنه. ولی خب شانس مبنا شانس این پکا. فقط ما یه بررسی ریز میخوایم بکنیم ببینیم که کدوم شانسش بیشتره. پرایمیکونو فعلا بذارید کنار. من پیشنهاد نمیکنم 8 سوآپ بدید برای این. چرا؟ چون شما میتونید بیاید این 8 سوآپو 5 شوشو بدید پک 25 بازیکن مثبت 83 بردارید، 3 تا دیگه شو بدید بازیکن 25 و بازیکن مثبت 82 بردارید. ضمن اینکه شانس اینو دارید، باز میگم که از بازیکنای ایونت پک بکنید، اینا انقدری بهتون فودر میدن که بتونید با اون فودراش برید مثلا یه دونه پک میدور پرایم مثلا ببندید، میدور پرایم آیکون پک ببندید. پس اصلا منطقی نیست شما بیاید 8 سوآپو بدید برای یه پک پرایم آیکون. اون در واقع فودرا رو برمی‌دارید و با اونا میاد یه دونه پک میدور پرایم هم می‌بندید. خیلی ساده. برای همین من پیشنهاد نمی‌کنم که اون پکو بردارید. پک پرایم آیکون رو حذف می‌کنم براتون همین جای داستان. بقیه پکا چه جوریه؟ بعد بریم یه سر فوتبین که ببینیم که آقا مثبت 91 میدور پرایم چیا داریم؟ این که میدور پرایم آیکون پلی پیکه و مثبت 92 پرایم آیکون مومنت که اصلا هنوز نیومده کارتاش، ولی مثبت 92 پرایم آیکون‌ها رو می‌تونیم ببینیم. و اینم که پرایم آیکون پلی پیکه. 15 تا برای پرایم آیکون پلی پیک شاید خیلی منطقی نباشه و به نظر من اگر این پک رو این پیکو بردارید میدور پرایم در واقع پلیر پیک خیلی بهتر از رمانکون پلیر پیکه. اینو طبق تجربه دارم میگم، چون اگر دقت بکنید یه اسپیسی ما داشتیم قبل از اسپیسی جدیدی که اومد و پلیر پیک میدایکان میداد، یه دونه داشتیم میدور بیس بود، اون وزنش خیلی بیشتر بود به نسبت اونی که صرفا میدایکان خالی بود. برای همین من اینم پیشنهاد میکنم یعنی احتمال میدم وزنش بیشتر از در واقع پلیر پیک پرایم آیکون باشه. برای همین فکر میکنم که اگر این پیکو بردارید منطقی تر از اون باشه. ولی خب به هر حال اگر فکر میکنید که این یعنی ذهنیتتون اینه که آقا این پکو بزنید بهتره، خب 15 تا میدید اون ور. سه تای دیگه اش هم باز میگم دوباره بعد برید سراغ پکایی که وجود داره. نمیدونم چرا انقدر منوی من کند شد، دکمه میزنم 20 ثانیه طول میکشه این ور اون ور. آره دیگه سه تای دیگه اش هم مثلا میتونید 25582 بردارید. حالا کاری به این قضیه ندارم، بریم اون ور داستان. اینجا رو من آماده کردم مثبت 92 مثبت 91 میدور پرایم. مثبت 91 میدور پرایم ببینیم چیا داریم. اینا در واقع الان آیکونای میدن. مثبت 91 میدلا رو بخوایم ببینیم خیلی خوبن. یعنی این اگر مثبت 91 مید آیکون بود میگفتم اینو بزنید. به غیر از روبرتو باجو، فامباستن، یاشین و بارسی هر چی دیگه بده وینه. واقعا وینه. از مارادونا بگیر تا برسیم به آقا رونالدینیو. اما همینا رو ورژنشو بخوایم ببریم روی آیکونای پرایم میبینیم 1001 شر روور بهش اضافه میشه. یعنی مثبت 91 پرایم آیکون بخوام براتون بشمرم این تا چرت و پرت بهش اضافه میشه. یعنی کن 3 صفحه شر روور داریم واقعا اینجا. تمومم نمیشه. حالا وین رونیش اوکیه، فن پرسیش تا حدودی نات بده، ولی خب اینا بازیکن جالبی نیستن. قیمتشون هم مشخصه دیگه. دیگه بگی بیا بالا نگاه کن همه اینا چرت و پرتن. فیلیپ لام نات بد، ترچک نات بد، آقا ویرا که خیلی خوبه ولی باز بقیه همه چرت و پرت. اسکولز، کلایورت، اینا خیلی چرت و پرت داره. و برای همین دیگه شانسه دیگه، شانس بیارید مید بهتون بده و میدارم خوب بده، وگرنه بقیهش واقعا چرت و پرت خیلی زیاد داره. گیگز و شونشتایر و نمیدونم پیرو هر چیزی، آقا یانراش کثافت و بیکلمه و اینا همه آتشخاله. برای همین وزنشو میاره پایین، خیلی میاره پایین با توجه به این آتشخاله که بهش اضافه میشه. ولی خب اگر بخواد بهتون خوب بده میتونه خوب بده دیگه، گزینه خوبم زیاد. پک بعدی که داریم چیه؟ مثبت 92 پرایم آیکون پک. اینا آیکونای پرایم هن دیگه، درست.
مثبت 92 پرایم آیکون پک ها آسیاس که حالا خیلی جالب نیست ولی حداقل یوزیبل اتو خوبه، گیگز که شروور، همه دوباره شروورن، اشماکل یوزیبل، داگلیش خوبه، بقیه باز همه چرت و پرتن. تا برسیم به صفحه اول ببینیم چیا هست. صفحه اولش برکم چرت و پرته، بکام چرت و پرت، پویول، آقا بابی مور، پیرلو، نستا، دل پیرو، جاوی، باجو، فامباسن، بارسی، دیگه عرضم به خدمتتون که اینجاها یاشین باز یوزیبل نات بده، بد نیست ولی چرت و پرت باز زیاد داره دیگه و میدونید که احتمالاً که بهتون چرت و پرت بده خیلی بیشتره. مخلص کلام چیه؟ حالا مثبت 92 مومنت هم که هنوز ما نداریم اینجا، ولی فرض کنید مثبت 92 مومنت هم بهش اضافه بشه، خب این دیگه وضعیت بدتر هم میشه، چون هزار درسته مثلا کارت خوب در حد 7 8 10 تا بهش اضافه میشه ولی چرت و پرتش هزار تا بیشتر میشه. چون مثبت 92 های پرایم خودشون کلی چرت و پرت بودن، حالا مومنت هاشون هم که قطعا چرت و پرتن، یه سری مثبت 91 هم که توی پرایم ها بودن اینا شیفت پیدا میکنن، اوورالشون میشه 92 به بالا و چرت و پرت ها خیلی بیشتر میشه. مثلا همین یانراش اضافه میشه، ریکلمه اضافه میشه، حاجی اضافه میشه، اینا کارتایی هستند که اضافه میشن و وضعیتو بدتر میکنن. برای همین هر حرفی که میخوام بزنم اینه که پیشنهاد من اینه که از پلیر پیکا استفاده بکنید. پلیر پیک حداقلش اینه که 3 تا گزینه میذاره جلوتون و شانستون بیشتره، یعنی انتخابتون بین 3 تا گزینه است، حق انتخاب دارید. اگرم بخواد چرت و پرت بده احتمالش کمتره به نسبت اینکه یه پک میزنید و یه بازیکن قراره بهتون بده. برای همین پیشنهاد من اینه که از بین حالا پلیر پیک ها انتخاب بکنید، یا حالا میدور پرایم پلیر پیک یا پرایم آیکون پلیر پیک، بقیه‌اش هم که هر چقدر اضافه اومد برید سراغ در واقع پکایی که بهتون فودر میده، مثبت 81 83 که باز یه لول انتخاب میدور پرایم پلیر پیک رو منطقی تر میدونم، چون طبق چیزی که براتون توضیح دادم احتمالاً وزنش بیشتره، ضمن اینکه شما اینور میتونید فودرای بیشتری هم بگیرید با کارت سوپی که براتون باقی میمونه. اینم از این ویدیو، دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید بچه‌ها. لایک ویدیو، شیر ویدیو، سابسکرایب کانال یادتون نره، مخصوصا این شیر ویدیو که هر جا دم دستتون اومد بفرستید برای رفیقاتون. و دمتونم گرمه که حمایت میکنید. لینکای تو دیسکریپشنمون، توییچ و اینستاگرامم یادتون نره، حتما فالو داشته باشید. لایو استریمای ما رو از دست ندید که شدیداً خوش میگذره، یه بار بیاد خودتون متوجه میشید داستان از چه قراره. بازم دمتون گرم، تا ویدئوی بعدی، بدرود.